تجهیزات بروز و مدرنی که تو حوزه صدا وارد ایران میشه. ما خوشبختانه از لحاظ ورود تجهیزات روز دنیایش مشکلی نداریم. آیا این تجهیزات به تنهایی کمک میکنه که سطح دانش افزایش پیدا کنه یا سمینارهای اینچنینی باید برگزار بشه و کارگاه آموزشی تا بتونه سطح دانش صدای فعالین این صنف رو بالا ببره؟ من شخصا معتقد هستم که نه، خود تجهیزات به تنهایی کمک نمیکنه. کما اینکه اگر میخواست این اتفاق بیفته، البته باید بگم که توی 10 سال گذشته خیلی ما پیشرفت داشتیم، میشه گفت خیلی بروزتر شدیم، اما هنوز فاصله خیلی زیاده با دنیایی که باهاش سر و کار داریم تو سطح بین‌المللی. قطعاً بحث آموزش خیلی خیلی مهمه، برگزاری این سمینارها، اینکه ما یاد بگیریم که اصلا استانداردها و مبانی اساسی این کارها حالا تو زمینهای مختلف چیه و این تجهیزات به روز رو بتونیم استفاده بکنیم. در خیلی از موارد همونطور که حالا تو این سمینار هم شما شاهد بودین، خیلی از توضیحات و مباحث شاید خیلی پیش پا افتاده و کاملا بیسیک به نظر میرسید، اما درست این همون نقطه‌ایه که من خودم شخصا معتقدم که ما تو ایران ضعف عمده خیلی از کسانی که داریم کار میکنیم همین عدم شناخت بیسیک ها و پایه های این کاره. در نتیجه فرض بکنید الان این دستگاه بروزی که داریم راجع به صحبت میکنیم، نسل 4، نسل 10، نسل 20 از یک دستگاهی که 20-30 سال پیش بوده. خب این یه تاریخی، یک فرهنگی، یک دانش و یک پشتوانه ای پشتشه. منی که امروز با این دستگاه روبرو میشم، فقط به واسطه اینکه حالا از نظر مالی تأمین هستم، میتونم این دستگاه رو بخرم یا اینکه علاقمندم که این دستگاه رو داشته باشم، عمدتاً این دوتا فاکتوره. خیلی مواقع اون پشتوانه تجربی و علمی که حالا نسل‌های مختلف این دستگاه طی کردن رو متأسفانه در اختیار ندارم و خود همین مسئله باعث میشه که باعث بروز خیلی از مشکلات میشه توی سیستم‌های حالا بس صوتی و چیزایی که هست. شما برای ارتقای سطح دانش فعالان این صنف آیا برنامه‌ای دارید که ورکشاپ‌های دیگه‌ای برگزار کنید و طی سال قراره چند تا ورکشاپ برگزار کنید در این زمینه؟ قطعاً ما توی مجموعه‌مون جدای از بحث کار بازرگانی و بازاریابی که انجام میدیم، یکی از در حقیقت دغدغه‌هایی که وجود داره بالا بردن همین سطح آگاهی و علمیه. به همین خاطر برنامه‌های روتینی داریم برای برگزاری ورکشاپ‌ها و سمینارهای مختلف. خیلی از اینها به طور یه مقدار خصوصی‌تر، محدودتر، بعضی‌هاش هم به صورت عمومی. معمولاً ما در طول سال بین مثلا 4-6 ورکشاپ و سمینار عمومی داریم و تعداد زیادی از ورکشاپ‌ها و سمینارهای به صورت خصوصی. کما اینکه یکی از کارهای حالا خیلی خاصی که ما انجام دادیم به نوعی نو بود و جدید، تهیه راهنما و منوال‌های تصویری از تجهیزاتمونه به زبان فارسی، ترجمه منوال ها، ترجمه بروشور ها، دستورالعمل ها به زبان بومی که بتونه به ارتقا، چون حالا این شاید خیلی خوشایند نباشه ولی ظاهرا اینطور به نظر میرسه، آگاهی و درک خیلی از مفاهیم، چون ما تو بحث زبان تخصصی این رشته، چون یه رشته نوعیه، هنوز خیلی از مفاهیم و واژه‌هایی که داره ترجمه نشده به فارسی، ما اصلا نمیدونیم معادلش چیه تو فارسی. خود همین قضیه باعث شده که هر کسی برای خودش یک روایت و ترجمانی از این واژه‌ها داشته باشه. خیلی این سمینارها خیلی کمک میکنه که ماها که هر کدوم یه درک و در حقیقت فهم متفاوتی داریم از این واژه‌هایی که همه جا به صورت استاندارد هستن، اینا به هم نزدیک بشه. یعنی من پیش خودم میگم آها، پس این درستش اینه، من فکر میکردم که مثلا باید اینطوری باشه. به همین خاطر واقعا این بحث سمینارها، ورکشاپ‌ها خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی ممنون از وقتی که ما